خب یک دقیقه سکوت هم به پایان رسید و بازی از این لحظه آغاز میشه. حتما میدونید که استاد محمود برزمهری اسطوره شاهین و سپاهان چند وقت پیش بود که دار فانی رو ودا گفتن. یه پاس عالی رو میدازه سمت چپ، موقعیت از برای تیم سپاهان آریا یوسفی و در اون محوطه توپ رو برمیگردونن، دوباره موقعیت برای لیموچی، ارسال روی دروازه، این ضربه سر باز خیلی پر سرعت و جذاب آغاز شده. امیدوارم که تا دقیقه 90 همینجوری ادامه پیدا کنه. دوباره حرکت از بکنه سپاهان، آریا یوسفی یه اثر میذاره، یه ارسال دیگه روی دروازه و پشت محوطه جریمه سراسیمه مدافعین ملوان توپو دور میکنن، ولش میکنه، رها میکنه توپو تا به بیرون بره. اسدی پاس میده، حرکت عالی، پاس درام نرسید به رضا اسدی که نفوذ کرده بود. دابو خطایی نیست، یه موقعیت عالی برای سپاهان از سمت راست داره به وجود میاد، صالح هردانی ضربه رو میزنه و اونجا حبیب فرعباسیه که توپو میگیره که همیشه با مازیار قایقران صداش میکنه. این سنه قبلیه که حرکت انجام شد و از دست داد، یه ضد حمله برای سپاه میتونه شکل بگیره. این سمت آریا یوسفی چه فضایی داره، کنترلش عالیه. آریا یوسفی در اون محوطه جریمه، موقعیت برای سپاهان، فضا تنگ شده، موقعیت داره از دست میره پشت محوطه جریمه. شلیک محمد کریمی برگشت داده میشه. فصل پیش تو 5 تا هفته ابتدایی همه رو بردن پشت محوطه جریمه. محبی ضربه رو میزنه، محبی پاسش تو پیش از کنار دروازه به بیرون میره، کورنر، گنده جدی. ببینیم اوورد رو پای چپش مهدی محبی، بازیکن فصل پیشه مثل رفسنجان خوبم زد و اینجوری از کنار دروازه بشه که کاملا خطرناک به بیرون رفت. خودش در این محبت های جرمه یه فکر عالی اومد اونجا، زدی وحدت هنانوف چه ایستادگی کرد در مقابلش مدافعی که در اون محوطه جریمه ملوان بود. حرکت عالی دابو که توپو رها کردم خیلی قشنگ بود. فردا هم آلومینیوم و هوادار، چادر ملو با نساجی و فولاد و خیبر بازی خواهند کرد. اگر از بازیکن ملوان در میانه زمین عمری پاس عالی رو میندازه، دارن میرن تک به تک میشن. یه موقعیت عالی، چه پاسی اونجا میده، پنالتی یا نه؟ نه، بازی ادامه داره. همچنان موقعیت برای ملوان، کارشون رو سخت کردن، فضا تنگ شد دیگه و دیگه کامل توپ زیر پای بازیکن سپاهان قرار میگیره. اینجا بود که حرکت بازیکن ملوان، پاس عالی رضا جعفری، اینجا بود که خیلی خوشگل پاس رو انداخت و پاس عالی جعفری، چه پاسی میده به سمت چپ، فرصت برای ملوان، دارن تک به تک میشن. یه موقعیت عالی، کجا زدن توپو؟ باز بالای دروازه سپاهان به شکل کاملا خطرناک زدی که یونس اکبر پور زد، چه پاس در اون میداد جعفری بهش. داره صحبت میکنه با آقای رفعتی، آقای رفعتی سعی میکنه آرومش کنه، اونجا مسئله از فوتبال استان هم هستن، آقای عارفیان و همه. چقدر هم عصبانی مازیار زاره، سر چی این داستان که با یگانه داره جر و بحث میکنه مازیار؟ تیمشون رو دارن فوق‌العاده حمایت میکنن. فرصت برای سپاهان، یه پاس در اون و در هر محدود رسید به لیموچی. وحدت هنانوف یه زمینه اولی از پشت محمدی جنگه، ولی با اختلاف زیادی توپش به بیرون میره. هافک دفاعی 196 سانتی متر و 35 ساله فرانسوی پشت محوطه جریمه توی دروازه، یه سوپر گل، ورزشگاه فولادشهر به هوا میره. چه شلیکی کرد محمد مهدی محبی، سر از پا نمیشناسن، چه پاسی پاشن رو به عقب، یه گام اومد جلو، یه شلیک استثنایی و محمدی کریمی بود که گل زد. در واقع یه لحظه محمد مهدی محبی رو نشون دادن، فکر کردم فول زده، ولی محمد کریمی به این شکل. این بار تورانیان به توپ نمیرسه و به هر نحوی از توپ رو دور میکنن. تورانیان ناراحت روی زمین از ملوانی ها. تا 8 دقیقه هم زمان تلف شده گرفته میشه برای نیمه اول که توقف زیاد داشت.
VAR هم رفتن که چک کنن صحنه رو، اگه خطای خطرناک و بد تشخیص بدن شاید آریا یوسفی با کارت قرمز مستقیم جریمه بشه. اینجا بود که درگیری آریا و سامان برای توپ هم بود. امید نورافکن کوتاه بازی رو آغاز میکنه برای خود عمری، فرصت برای ملوان و ضربه عمری خیلی بد بود. ببینید از توپ به چه شکلی استفاده میکنن نورافکن، ساتش رو انجام میده بلند روی دروازه ولی توپ از بالای دروازه استفانیا به بیرون میره روی ضربه سری که سعید کریمی زده. با 6 گل زدن یکی از بهترین خط حملهای لیگو داشتن، یه واقعیت عالی برای ملوان داره به وجود میاد. چه موقعیت خطرناکی بود در دهانه دروازه. حالا ایسم توپو گرفتن سمت چپ، ابوذر سفرزاده یه ارسال دیگه و بازم توپو دور میکنن مدافعین سپاهان. اینجا هست که با کمک دوستانمون داریم صحنه آثار رو میبینیم روی رضا قندی پور. حرکت انجام شده پای چپ پیام نیازمند زمین، آقای بنیادی فر و اعلام پنالتی. پنالتی برای ملوان، پنالتی با وی ای آر اعلام میشه برای ملوان و خوشحالی بازیکن‌ها و کادر فنی و هوادارهای روی سکوی انزلیچیا رو به همراه داره. با پای چپ در مساف با دوست خودش پیام نیازمند قرار داره. دقیقه 60 مسابقه آیا بازی 1-1 میشه یا نه؟ امید نورافکن پیام نیازمند کدومشون موفق تر خواهند بود؟ سر و صدای هواداری سپاهان میخواد تمرکز امید رو به هم بزنه. امید نورافکن و میگیره پیام نیازمند. پیام نیازمند عقاب سپاهانی ها توپو میگیره برای تیمش و نمیذاره دروازش باز بشه. لحظات چه کیفی داره میکنه پیام از که توپو گرفته. بزرگ منشیش اون اتفاق بزرگی که رقم زد از ذهن سپاهانی ها پاک نمیشه. قرار داره ارسال محمد کریمی روی دروازه، خیلی هم بلنده و ضربه سری که در اختیار حبیب فرعباسی قرار میگیره. این صحنه قبلی ارسال یه پاس در اون فرصت برای ملوان تک به تک، بازم پیام نیازمند یه سوپر سیو دیگه، سه امتیاز و همچنان در جیب تیمش نگه میداره پیام. موقع برای ملوان و بازم پیام نیازمند توپو میگیره، توپ به بیرون میره. حالا رضا اسدیه که بیرون میاد تا جواد آقای پور به جاش وارد زمین بشه. این هم صحنه قبلیه که اولی توپو گرفته از قندی پور. قندی پوری که و خواهانای زیادی داشت. حالا دوباره موقع برای سپاهان پشت محوطه جریمه و این ضربه ای که باز هم در اختیار حبیب فرعباسی قرار میگیره از مهدی لیموچی. میان به سمت چپ بازیکن ملوان یه ارسال به درون محوطه جریمه، موقع خطرناکه درون محوطه تو سر توپ اولی. چقدر راحت جامون وحدت هنانوف، ولی دروازه‌بانی به نام پیام نیازمند در چارچوب دروازه خیال سپاهانی رو راحت کرده. تو خوب گرفت پیام. حالا این سمت شروع مجددش نگو چقدر عالیه، یه پاس در اون عالی تک به تک و اینجا حالا حبیب فرعباسی خودی نشون میده. اینجا حرکت بازیکن سپاهان در اون محوطه جریمه خوب اومد بیرون حبیب، بعدش با زوبان، بعدم با تراکتور بازی خواهد داشت. در اون محوطه جریمه فرصت برای سپاهانی ها، زاویه تنگ شده اونجا برای لیموچی ولی توپو میفرسته روی دروازه و بازم توپو میگیره حبیب فرعباسی. اینجا بود که لیموچی به هر طریقی بود توپو حفظ کرد و این ضربه‌ای که زده شد با واکنش خوب حبیب همراه بود. محبی جلو میاد، خود محمد مهدی محبی یه پاس در آقای جواد آقای پور و ضربه‌ای که از زاویه بسته میزنه راهی کورنر میشه. جواد آقای پور پشت محوطه، فرصت عالی برای سپاهان در محوطه جریمه، همچنان موقعیت هست و باز هم ایستادگی عالی حبیب فرعباسی. جذابیت فوتبال ما رو بالاتر میبرن این تیم‌ها.
ببینید تصمیم چی هست، بازی ادامه پیدا میکنه بدون هیچ مشکلی. اونم نمایش خوبی داشت امشب وحدت. حالا اصلا تشرف فرصت برای لیموچی، موقعیت هست برای لیموچی در این محوطه جریمه، لیموچی رو پای چپش، لیموچی یه موقعیت، دوباره موقعیت خطرناکی که بازم حبیب ایستادگی میکنه در این محوطه جریمه. یه اشتباه از پیام نیازمند، اومد توپ رو دفع کنه، نزدیک بود. ببینیم با هم حرکت عمری رو، ضربه‌شو داخل پای راست زد، اینجا بود که خیلی خطرناک بود موقعیت. ساله باید پاسو سریع بندازه اونور تا آفساید نشده. حالا این بر لیموچی، موقعیت عالی برای سپاهان، لیموچی کاتبک رو به بیرون، بزن ضربه رو دیگه، و تو دیگه از کنار دروازه به بیرون میره. اجازه درخشش نداد بهش، 39 سالش بود اون بازیکن. پشت محوطه جریمه فرصت برای ملوان، تو این دقایق رو به پایان آریا یوسفی ضربه رو میزنه که از کنار دروازه شوت این بازیکن هم به بیرون میره. یوسفی حرکت بدن عالی، اومد پاسش رو بعد داد آریا. دوباره توپ ربایی، بازم موقعیت عالی برای جواد آقای پور. چرا این توپ رو دقت نمی کنن؟ اونم از شمس‌آذر گرفت این فصل سپاه. این صحنه خبیه، نگو چقدر راحت و پای چپ. خب سود پایان بازی هم به صدا در میاد، برتری ارزشمند و سه امتیازی و شیرین سپاهان در شب فوق العاده جذاب ورزشگاه فولادشهر. این هواداره طلایی دل با خوشحالی با سه امتیاز به خونه میرن در اولین بازی که بعد از دو سال میزبان بودن در ورزشگاه فولادشهر. تبریک به همه هواداره سپاهان، کادر فنی، بازیکنها و مدیریت. انشالله که در ادامه این بردها ادامه داشته باشه و تلسم ملوان هم در ورزشگاه اصفهان شکسته میشه و این تیم شکست میخوره. خیلی سریع من خداحافظی میکنم دوستان از طریق برنامه دیدار برتر، با پخش بازی تراکتور رو صبحان در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که از این بازی لذت برده باشید. تا دیدار دیگر، یا علی مدد و شبتون بخیر و خدا نگهدار.